طالبان روز شنبه همین هفته نشرات رسانه های صدای امریکا، بی بی سی و دویچ وله در افغانستان را متوقف کردند. وزارت خارجه امریکا در یک اعلامیه نگرانی خود را نسبت به محدود کردن دسترسی افغان ها به اطلاعات مستقل ابراز داشته است. در اعلامیه نوشته شده، امریکا و جامعه جهانی متوجه کارکردهای طالبان است و با اعمال محدودیت های جدید بر رسانه ها، حکومت طالبان نتوانسته به وعده های خود عمل کنند که تصمیم طالبان مبنی بر مسدود ساختن مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران نمونه ای از تعهداتی است که طالبان به مردم افغانستان و جامعه جهانی داده بودند ولی به آن عمل نکردند. امریکا در این اعلامیه یک بار دیگر وعده سپرده که از حق آزادی بیان در سراسر جهان حمایت می کند و از طالبان می خواهد تا به نقض حقوق بشر افغانان پایان دهد و اطمینان بدهد که در کنار مردم افغانستان بیستد. شازدافیر ایالات متحده در افغانستان درباره این اقدام طالبان اظهار نگرانی کرده است. آقای مکاری در مورد گزارش های مبنی بر ممنوعیت برنامه های صدای امریکا، بی بی سی و دویچ وله در افغانستان را نگران کننده خوانده است و از طالبان خواسته است تا به آزادی بیان احترام بگذارند. در همین حال رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای زنان افغان، در رابطه با متوقف ساختن نشرات رسانه های بین المللی در افغانستان به صدای امریکا چنین میگوید: آزادی رسانه ها یکی از مسائل است که ایالات متحده قصد دارد با طالبان تعامل کند. این یکی از موارد است که موقف ایالات متحده در مورد آن بسیار واضح و روشن بوده است که حقوق زنان، حقوق بشر، جمله آزادی رسانه ها، حقوق اقلیت ها، حقوق جمعیت های آسیب پذیر، همه اینها در اولویت قرار دارند. اگر در مورد یک تعامل با ایالات متحده و جامعه بین المللی صحبت کنیم، این موضوع است که آنها باید در آن بسیار بهتر عمل کنند. از سوی دیگر کمیته حمایت از خبرنگاران در واشنگتن دی سی از طالبان خواسته است که از بازداشت کارکنان رسانه‌ای در افغانستان دست بردارند. استیفن باتلر، اما هنگ‌کننده برنامه آسیایی کمیته حمایت از خبرنگاران در واشنگتن دی سی، میگوید این گونه بازداشت‌های خودسرانه و ممنوعیت‌های اخیر برنامه‌های نشراتی توسط چندین رسانه بزرگ بین‌المللی بخش رسانه‌ای کشور را ویران می‌کند و مردم افغانستان را از دسترسی به اطلاعات ضروری محروم می‌کند. در همین حال کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی به شمول ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز نسبت به وضعیت آزادی بیان و حقوق بشر در افغانستان زیر سلطه طالبان ابراز نگرانی کرده و همواره تاکید کردند که اگر طالبان خواستار مشروعیت بین المللی اند، باید به این حقوق احترام بگذارند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید آزادی رسانه ها در چوکات قانون تضمین است و جلو نشرات رسانه هایی را گرفتند که به ارزش های اسلامی و فرهنگی افغانستان پایبند نبودند. طالبان در حال محدودیت ها را بر آزادی بیان افزایش دادند که ماه گذشته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک نشست خبری گفت قانون قبلی رسانه های جمعی که در زمان نظام جمهوری تصویب و امضا شده بود قابل اجرا است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. مقصد از دانتوان میگیرم تا پیشتر کنید جمعه.